أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله کان آمنا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 96 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو بازگو میشود. پایان عرایز دیشب به اینجا رسید که گفتیم خداوند سبحان به دنبال اون که راه تقرب و رسیدن به مقام بر رو از دریچه حب مطرح فرمود و تقدم حب الهی بر بقیه محبت ها اشارتی شد به بعض از موضع گیری های جمعی از یهودیان در قبال پیغمبر مکرم اسلام که حاضر نیستند خب به جاه خودشون رو دست بردارند و مقدم نمی دارند حب الهی را بر این حب نفس. نخوت ها و غرور ها موجب می شود که به مجادله برمی خیزند با پیامبر، از شیوه های مختلفی همچنین جدالی رو آغاز می کنند. گاهی انگشت بر بعض از احکام تشریعی، محرمات، محللات که دیشب اشاره کردیم تکرار سخن نمی کنیم. بازگو شد یکی از مواضع دیگری که این رو بهانه برای مقابله با پیامبر قرار می دادن که به نوعی اثبات حال تفاخر و یا اون جایگاه برتر خودشون رو داشته باشن نسبت پیامبر اسلام، مسئله قبله بود و احیانا تغییر قبله از مسجد الاقصا به مسجد الحرام. آیات مفصلی این بحث رو همان گونه که گفته شد در آیات 140 خورده سوره مبارکه بقره خداوند به تفصیل مطرح می فرماید. 4-5 آیه اختصاص دارد به چرایی این حکم، فواید این نکته بزرگ و عظیمی که پیش آمد و این تحول قبله در اسلام و مسائل دیگر این موضوع. اما در اینجا هم به دلیل این شبهه و این بحث یه تجلیلی را خدای سبحان از کعبه به عمل می آورد که بسیار زیبا و لطیف. می توان گفت که شاید 8 ویژگی در اینجا برای این خانه حق و این خانه عبادت بازگو می شود در این آیه مبارک. سخن چنین آغاز شد که نه اول بیتن، همانا به درستی که نخستین بیتی که خداوند وضع کرده است و قرار داده است برای مردمان، هر آینه همانی است که در بکه است که مبارک است و هادی است برای عالمین و هدایتگر جمیع ذوی العقول. حال انشاءالله در جای خودش عالمین رو گسترده تر خواهیم گفت. ابتدا سخن این که خداوند این بیت رو به مقام اولیت توصیف می کند. گفتیم که نخست بودن به هر تقدیر امتیاز است در هر مقامی و در هر شأنی. این که صاحبان سبقت نوعا در بین انسان ها
رتبه والایی دارند، در هر دانشی، در هر پیشه‌ای به عنوان کسوت مطرح می شود. پیش کسوت بودن چنین چیزی نکته است. کعبه پیش کسوت مقامات عبادی است در بین انسان ها، یعنی به گزارش قرآن اولین خانه توحیدی عبادی در روی زمین کعبه مطرح می شود در متون دینی ما. این اولیتی که خدای سبحان در اینجا مطرح می کند هم از جهت زمانی است، چون روایات ما چنین بازگو می کند که اصل ایجاد کعبه همان گونه که دیشب عرض کردیم توسط حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام است. ابراهیم کاری که می کند دیوار خانه رو بالا می برد، یعنی بنای از کف رفته رو مجدد تجدید می کند. از روز نخستین تا امروز معروف این است در میان تاریخ نگاران که 12 مرتبه کعبه تجدید بنا شده است. آخرین تجدید بنا مربوط به سال 1040، 1039 و 1040 هجری است که توسط سلاطین عثمانی برگزار شد و انجام شد، که الان همون بنا باقی است. یعنی 400 سال است، 400 خورده ای سال است که این بنا همون بنایی است که نهاده شد. البته اصلاحات و ترمیمی در اون، اما در این حال 4 ستون اصلی به تعبیر ما همون پایه هاست و همون ساختار 400 ساله فعلی است. در خود بستر اسلام هم چندین بار پیش آمد، مانند حمله یزید بن معاویه برای برون کشیدن به اصطلاح عبدالله زبیر از سرزمین مکه و اینکه پناه آورد به کعبه. حسین ابن نمیر فرمانده سپاه یزید به منجنیق بست کعبه را برای اینکه عبدالله زبیر رو بیرون بکشد. خانه تخریب شد. اونگاه خبر مرگ یزید به فرماندهان اون رسید، از بالای ابو قبیس عقب نشینی کردن، بازگشتن به دمشق. مجدد خود عبدالله زبیر خانه را بازسازی کرد. این حادثه به فاصله زمانی یه بار دیگه هم تکرار شد. این که بعضی نسبت به عبدالله زبیر نگاه تندی دارن و خب بالاخره اشتباهاتی که این مرد بزرگ داشته است بزرگ بوده است. دوبار کعبه به خاطر او تخریب شد، دوبار. با حال اینکه شما این صحنه رو میبینید وقتی که وجود با برکت حضرت سید الشهدا در مکه به سر میبردن قبل از سفر کربلا، همین صحنه پیش آمد. عمرو بن سعد رو یزید فرستاد با یه گروه تروریست که اینها بیان فجعتن اغتیال کنن. اغتیال میشه همون ترور، همون تروری که همراه با کشتن باشه. اومدن به قصد قیله و اختیار حضرت سید و شهدا اصلا وارد شدن و امام دانستن قضیه چیست، عزم خروج از مکه کردن. کی؟ روز هشتم، روزی که به یوم ترویه، روز ترویه است. تازه حاجیان میخوان عزمشون رو جزم کنن، کم کم به سوی عرفات دارن میرن. آبگیری کردن، ترویه به معنای آب گرفتن، مشک ها رو آب میکردن که در عرفات و مشعر و منا آب داشته باشن. یه مرتبه حضرت سید و شهدا فرمودن میرویم، از مکه به در میرویم. چرا؟ محمد حنفیه برادر بزرگوارشون اومد فرمود برادر چرا این کارو میکنید؟ فرمودن به خدا سوگند میدانم اگر بمانم در اینجا کشته میشوم. من نمیخواهم کبش کعبه باشم، من نمیخواهم مطاف و اطراف خانه خدا به خون من رنگین شود، لذا از کعبه بیرون میروم. نمیخوام چنین اتفاق این چنینی در این مقام دست بدهد. بر تقدیر این 12 مرتبه تجدید بنا در تاریخ کعبه بوده است. اولیت زمانی برمیگردد به اونجا که اولین خانه عبادی از آدم، حتی ما این رو در متون دینی داریم، وقتی زراره این فرد بزرگ می اومد خدمت وجود مقدس امام باقر علیه السلام و گاهی خدمت امام صادق، کتاب حج رو درس می گرفت. معروف این از زراره و محمد ابن مسلم، یکی خدمت امام باقر و دیگری خدمت امام صادق. سالها امام خصوصیات حج می گفتن، آداب، اخلاق، احکام. بعد سوال کرد یا ابن رسول الله، من هرچی از حج استفاده میکنم باز شما میفرمایید، باز نکته ها دارید، باز مطالب جدید مطرح میکنید. فرمودن که زراره،
آیا خانه ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم خدا طرح اون رو ریخته باشد، تو گمان میکنی مسائل اون به این زادگی، به این سادگی تمام میشود و به این زودی از بین میره؟ رازها و اسرار اون. این باور ماست، در بطون دینی ما هم تذکر به این داده میشود. پس اولیت هم از جهت زمانی است، فراتر از اون از جهت شعنی است، یعنی بالاترین اولین رتبه عبادی را در روی زمین خداوند سبحان در تمام معابد به کعبه داده است، با شرافتترین معبد عبادی برای همه انسانهای موحد در روی زمین است. این محدوده مطاف به عنوان مقدسترین مکان در روی زمین بنابر لطف الهی و عنایت الهی قرار داده شده است. ابتداعا باید این گفته می شد، لذا فرمود اوله، اولیت رو مطرح کرد. ویژگی دوم فرمود اول بیت. این کلمه و واژه بیت در مورد خانه و در مورد کعبه فراوان در قرآن به کار برده شده است. یعنی این چندین مورد ذات باری تعالی به این به اصطلاح بنا بیت فرموده است، گاهی به شکل مطلق فلیعبدوا رب هذا البيت، باید عبادت کنید پروردگار این بیت را، گاهی نه، این بیت اضافه شده است به حضرت باری تعالی، انطهر بیتی، به ابراهیم و اسماعیل گفتیم پاک کنید، مهیا کنید بیت من را برای طائفین و راکعین و قائمین و ساجدین، این خانه را مهیا کنید، بیتی خانه من، یعنی بایای به اصطلاح اضافه میشه به یای متکلم وحده، میگوید خانه من خداوند. گاهی به بیتی گاهی به بیت اشاره شده است به این خصوصیت. میدونیم کلمه بیت یه واژه فوق‌العاده زیبا و لطیف است، یعنی اساسا خود بیت بیته در کلام عرب نمادی است برای آرامش و آسایش. هر کجا این کلمه به کار برده می شود در اون یه تسکین دیده میشه، کما اینکه اساسا به شکل مطلق البیت یعنی کعبه، اما ال رو بردارید، یعنی این رو به عنوان یه علم مطرح نکنید، اشاره نکنید به اون خانه، بیت، بیت خودتون رو بفرمایید، منازل خودتون رو بفرمایید. در لغت عرب بیت معول لیل، اونجایی که انسان در شب آرام میگیرد، چنین مقامی را بیت میگویند. اگر کسی یه جا صبحها و روزها سکنا دارد و شبها اونجا نیست، اون رو بیت نمیگن. بیت محل تسکین و قنودن و آرامش یافتن انسان است. اگر چنین جایی بود نام اون بیت است. و از مشتقات این کلمه هم همین استفاده می شود، تثبیت، اون تصمیم های تثبیتی که انسان می گیرد آرامش به انسان می دهد تبییت می گویند به اینها. این هم تصمیم گیری های این چنین نیست که ممکنه نوعا در شب واقع می شه. و گاهی اشاره کردم به دوستان از اسامی زوج و همسر در کلام عرب بیت است. به زن بیت میگویند، همان گونه که به خانه بیت میگویند، به اون بانو و کدبانویی که خانه را آرامش میدهد و آسایش میدهد هم بیت گفته میشود. اصلا بیت از اسامی است که به همسر گفته میشه. پس در خود واژه بیت آرامش و تسکین وجود دارد. اول بیت، اینجا بیت است، خدا این مقام رو برای تسکین و آرامش عبادی انسانها قرار داده است. اینجا یه مقام است، این که به شما میگویند اگر رسیدید و چنین توفیقی دست داد که پای در حریم خانه نهادید، حاجتی به این نیست، بالاخره گاه شما خسته میشید از خواندن کلام الهی، ذکری، دعایی، عبادتی، حاجتی بیش از این نیست، بنشینید فقط نظاره کنید عروس کعبه را، فقط جمال کعبه را بی حجاب نگاه کنید. چرا؟ چون النظر الی الکعبه عباده، چون نگاه به این خانه عبادت است. یعنی چه؟ یعنی وجودتون رو تسکین میدهد، آرامتون میکند، قرار به وجودتون میدهد که این خاصیت عمده عبادت بدون شک خواهد بود. پس دومین ویژگی که این خانه دارد این است که بیت است، یعنی محل آرامش و تسکین به انسانها را از اضطراب و تشویش به در آوردن است. سوم، وضع للناس، این خانه است که وضع شده است للناس. کلمه للناس هم نکته هایی دارد. وقتی به مجموعه آیات قرآن نگاه میکنیم پیرامون حج، این کلمه ناس زیاد دیده میشود. این که خداوند اصرار دارد در
قسمت بعدی همه این بحث رو شب میخوانیم که آیه که حج رو برای ما واجب میکند، ولله علی الناس حج البیت، علی الناس بحث ناس مطرح میشه. افیزو من حیث افاز الناس، هنگامی که بحث عرفات مطرح میشه، بیایید همان گونه که مردمان میآیند فرقها رو به کناری بگذارید، همسوی با جماعت و ناس از عرفات به سوی مشعر، از مشعر به منا حرکت کنید، که این رو بعضی از اهل مکه اجتناب میکردن، میگفتن چون ما محلی هستیم، بومی کعبه هستیم، نیازی نیست ما به عرفات بریم. قرآن به اینها فرمود نه، این حج حج نمی شود، باید چون دیگر مردمان شما عمل کنید و با ناس باشید. در خود آیات شریفه قرآن این ناس خیلی جلوه‌گری دارد، مثل اینکه این خانه از خصوصیات و ویژگی هایی دارد این است که مردمان رو یکسان کند، یعنی سواء و یکسان کند، عاکف و باد را همه رو یکسان کند، تمام انسان ها رو به گونه ای از ویژگی ها و صفات این خانه این است که حیثیت ها را، شخصیت ها را، به تعبیر عرب ها انوفیت ها رو خرد کند و بشکند و بگوید هر که هستید از هر شکل و طائفه و موقعیت اجتماعی، اقتصادی، علمی، امیرید، وزیرید، وکیلید، عالمید، هر که هستید باید جامعه به در آورید و یکسان در این مقام پا بگذارید. همه ناسید، یه حالت یکسویی و یکسمتی و یکسانی در مجموعه اعمال حج، گزارشات حج و خصوصیات این سفر مبارک و این خانه دیده می شود. پس از ویژگی های خانه شکستن حیثیت های خاص انسانی است که آدمیان رو گرفتار می کند. وضع للناس، این یه نکته. دومین استفاده که از این کلمه می شود این است که تمام خصوصیاتی که خداوند در این کعبه و در این مقام نهاده است، این لام لام منفعت است. تمام اینها بازگشت منافع اون به کیست؟ به مردم است. خداوند اینجا رو محل انتفاع جامعه قرار داده است. وضع للناس، کاملا مردمی، برای یکسان و یکسویی کردن خلق و منافع اون به سوی جماعت برگشتن، که در قسمت بعدی اشارات دیگه هم داریم. سوم، للذی ببکته. چهارم، فرمود این خانه ای که خداوند قرار داده است، این در بکه است. حالا این جمله رو بگم بعد چهارمی رو با کلمه مبارک میگیم. واژه بکه که اصطلاح اولین، یعنی تنها جایی که در قرآن این کلمه اومده است همینجاست. ما یه مرتبه به بطن مکه در قرآن داریم، اینجا کلمه بکه رو داریم، مکه و بکه، این دو واژه گفته میشه. لغویون بحث میکنن که اینها آیا با هم فرق دارن، یکی هستن و معنای اینها مثلا چیست. عده‌ای میگوین مکه و بکه با هم یکی هستند، یعنی اینها یه ترکیبند، این میم و ب با هم مثل حروف ابدال، گاهی اشاره کردیم همزه با واو در کلام عرب جابجا میشود، احد و وحد یکی هستند، ارث و ورث یکی هستند با هم. میگویند که این میم و ب مکه و بکه یه معنا دارن. شاید این خب خیلی مورد تایید لغویون نباشد. عالمان ادب معتقدند که سرزمین به اصطلاح تمام محدوده پیرامون خانه را مکه میگویند، اما اونجا که خود کعبه درون اون قرار دارد آن را بکه میگویند، یعنی محدوده بکه خصوصی تر است از مکه. این رو لغویون مطرح میکنند و معنای خود کلمه بک به معنای تزاحم، ازدحام، یه جایی که در اون ازدحام و تزاحم وجود دارد اونجا را بکه میگویند. بعد این ازدحام در لغت داریم بکه گاهی به معنای شکستن در استعمالات به کار برده میشه، جایی که ازدحام و تزاحم در حدی است که دیگه گاه ممکن است فشارها ایجاد میکند. خداوند سبحان میگوید این در بکه است. استعذار دارید که بالاخره اگر ما بخوایم یه جای آبادان و معمور رو در روی زمین در طول تاریخ مطرح کنیم، همینجاست. همینجاست که محل تزاحم و محل ازدحام انسانها و موحدان در طول تاریخ بوده است و شوق و رغبت به این مقام اختصاص به اسلام ندارد. قبل از اسلام مورد استقبال و مورد علاقه بود.
بوده است. ایرانیان باستان به کعبه بسیار علاقمند بودند. غزال زرین، دو غزال زرین رو بهرام برای کعبه فرستاد. در اشعار تنین اون دیده می شود، چه در اشعار عربی چه در اشعار پارسی کاملا مشخص است. اون علاقه این که ایرانیان گذشته، یعنی معتقد بودن محلی که اهورامزدا در اونجا تجلی بیشتر کرده است همین خانه است. اینو در متون گذشته ایرانی ما داریم و دیده میشه این علاقه و تعلق. خب همه نوعاً و امت ها و ملت ها این توجه رو داشتن و این تزاهم بوده است. از این بکه گفته شده. اگر اون قسمت پایانی لغت رو نگاه کنیم که اتفاقا در کلمات معصومین به این کلمه هم اشاره شده است، بکه حاکی از مکان و جایی که خیلی از گردنها رو می شکند، خیلی از غرورها رو خرد می کند. این هم به نوعی برمی گرده به اون معنایی که اشاره کردیم. چهارمین ویژگی مبارکا، خداوند سبحان چهارمی این رو مبارک قرار داده است. اول است، بیت است، برای مردم است، مبارک است. مبارک کلمه مبارک استحضار دارید از ماده برکت میاد. برکت در لغت به معنای خیر تثبیت شده پایدار. لغت رو گاهی بررسی کردیم، ببینید به مکانی که در جنگ فرماندهان میایستند که دیگه اینا تکان نمیخورن، ثابتن، نه میمنه است و به قول قدیمی ها تقسیم میکردن لشکر رو، میگفتن راست سپاه، چپ سپاه، میمنه، میسره، ساقت الجیش، قادت الجیش، جلوداران، طلایه‌داران سپاه، اونهایی که عقبه سپاه رو میگرفتن، بعد قسمت پنجم میشد قلب. اون قلب سپاه رو و مرکز سپاه رو در کلام عرب میگفتن بروکات الحرب. بروک یعنی تثبیت شده. به باغ وحش برکه، چون حیوانات رو در اونجا چه میکردن؟ تثبیت میکردن. وقتی یه خیری تثبیت میشه و پایدار میشود آن را برکت میگوین. یعنی گاهی خوبی و یه خیریست دیگه تموم شد و سلام، اما گاهی خیریست هر ساله میآید، هر شب قدر باز این خیر جاری است. لیلت القدر خیر من الف شهر. این خیری که هر ساله می آید بر بشریت، مکانی که همیشه منشأ خیر است، زمانی که همیشه تولد خیر می کند برای انسان ها، عیسایی که هر کجا پا بگذارد خیر او دیگران رو در بد می گیرد. و جعلنی مبارکن اینما کنت. این میشه برکت، مبارک. پس مبارک یعنی خیر مستمر تثبیت شده پایدار لاینقطع. مبارکن چهارمین ویژگی این خانه اون است که خدا خیر رو در این خانه برای انسان ها قرار داده است، اون هم خیر مستمر پایدار همیشگی. حالا این چه برکتی است درون این خانه برای مردمان؟ هم برکات مادی است، هم برکات معنوی است. برکات مادی کعبه هم خیلی مهمه. من دریغم میاد که الان یه جمله رو همینجا نخونم، چون استمداد از روایات در این بحث لازمه، از سخنان معصومین هم یه استفاده هایی داشته باشیم. ببینید از جهت مادی من این رو بگم، بعد این روایت رو اشاره کنم. داریم که الحج و العمره ینفیان الفقر. حج و عمره فقر رو نفی می کنند، از بین می برند، همان گونه که کوره حداد آهن رو آب می کند و ذوب می کند. اینها چنین معامله می کنند. این نه توی جا دو جا، در روایات بسیار فراوانی داریم. به همین خاطر وقتی بحث حج مطرح می شه، مثلا حجو و اعتمرو، این رو وجود مقدس حضرت سجاد می فهمند و کان علی ابن حسین یقول، نه یک بار دوبار، یعنی زیاد می گفتن حجو و اعتمرو تصح اجسامکم. از برکات این عمل آن است که یه صحت جسمی پیدا می کنید، یعنی در سلامت وجودتون حج و عمره تأثیر گذار است. و تتسع ارزاقکم، روزی های شما وسعت می یابد، یعنی برکات مادی برای شما ایجاد می کند. این سر و یسلهو ایمانکم، به ایمانتون به صلاحیت میرسد، که اون قسمت بعدی است، برکات معنوی است.
و تکفو معونت الناس و معونت عیالاتکم، خداوند کفایتتون میکند در امور اقتصادیتون هنگامی که چنین پا به مسیر خانه او میگذارید، از برکاتی که وجود شما را میگیرد چنین چیزی است که خدای سبحان شامل حالتون میکند. پس خود بهره برداری از منافع مادی هم تو این سفر وجود دارد، این فعل و انفعالات اقتصادی، این آمد و شدها، سرمایه بردن و آوردن ها، این برکات اقتصادی کعبه هم در طول تاریخ در این سفر کاملا بوده و مشاهده می شده است. فرمود به بکت مبارکه، یه برکت، برکت مادی است، برکت معنوی در قسمت بعدی. و هدن للعالمین، هدن للعالمین، از ویژگی های این خانه آن است که هدایتی است برای عالمین، رهنمون می کند به سرمنزل مقصود عالمین رو. این کلمه عالمین هم سوال برانگیز است، چون میدونید عالمین دو اصطلاح در قرآن دارد. یک معنای عالمین جمع عالم، به کل ما سوى الله عالم گفته می شود، هر چیزی که از آن علمی به خدا می آید برای ما نام این عالم است، چون تمام وجود چنین حالتی را دارند، لذا تمام وجود میشن عالمین، الحمدلله رب العالمین. اما به یه معنا نه، عالمین یه گروه خاصی اند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لیکون للعالمین نذیرا. پیامبر نذیرن برای کی؟ برای عالمین. یعنی کی؟ یعنی برای سنگ و چوب؟ نه، یعنی برای ماه و مریخ و مشتری؟ خیر، برای دو گروه پیامبر نذیر است، یکی برای انس و دیگری برای جن، همانها که سنفرغ لکم ایها الثقلان. پیامبر رسول ثقلینند، پیامبر بر این دو این گروه، و اینها رو بیدارشون میکنن. پس عالمین میشن ذوی العقول، دارندگان تکلیف، جن و انس. هدن للعالمین، هدایت هایی برای جن و انس دارد این خانه. برکات این خانه فقط مربوط به شما انسان ها نیست، هدایت این فقط مال شما ها نیست، هدایت می کند این خانه مجموعه عالمین رو. خب این روشن دیگه. شاید واقعا قبل از اینکه اشاره به روایت بکنم، می دانیم که خود این سفر و شاید هیچ عملی به مقدار این سفر در وجود انسان اثر هدایتی و تربیتی در مجموعه اعمال دینی نگذارد، الحق و الانصاف. سفر به سوی خانه خدا و کعبه و حج اساسا نماد خدایی شدن است. من این جمله رو همینجا بگم، در قسمت بعدی هم داریم. ما در مورد نماز، در مورد حج، در مورد به اصطلاح مثلا روزه یا بقیه اعمال هیچ تعبیر لله نداریم عزیزان، اصلا لله نداریم. اصلا نماز در قرآن تعبیر به لله بشه، روزه لله بشه، هیچ کدوم از اینها رو ما نداریم. تنها جایی که در میان عبادات ما تعبیر به لله وجود دارد حج است. لله علی الناس حج البیت. مثل این که در خود این حرکت و این کعبه و این سفر و خصوصیات اون خداوند جلوگری های پرفروغی کرده است. اینی که در این آیه شریف ففر رو الالله، سوره مبارکه زاریات، بگریزید به سوی خدا. از چی؟ از غیر او، از غیر حق به حق بگریزید. به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته. بگریزید به سوی خداوند. بعد اینن صادقه این باقره تفسیر کردن آیه شریف رو، گفتن مراد از فرار به سوی خدا می دانید یعنی چه؟ الحج و العمره، این فرار به سوی خداست. یعنی نماد کاملی که شما رو متصل می کند به حضرت حق همین سفر است و این خانه است، هدن للعالمین. شما خودتون در طول زندگی خودمون، حالا برگردید به این 1400 سال، برگردید به قبل از اسلام، چه کسانی رو می شناسید که با این حج و با این سفر مسیر زندگیشون عوض شد؟ فراوان بنده دیدم انسانهایی که می شناختم اینها رو، ارتباط داشتن، اما این یه سفر، یه عمره، تمام زندگی اونها رو عوض کرده، اصلا مسیرشون رو، میخوام بگم مقدراتشون رو، اصلا چیزهای دیگری رو در زندگی اینها رو رقم زد و مسیرشون عوض شد. چگونه زنده میکند؟ این همانه که هدن للعالمین رو میتونیم تعبیر به تولد
دوباره داشته باشیم. بگذارید این رو از زبان معصوم به شیوه دیگری خدمت عزیزان بخوانم، حداقل بر هر قسمتش بتونیم یه روایتی به اشاره کوتاهی هم داشته باشیم. قال رسول الله، این رسول خدا چنین فرمود: ان الحاج اذا اخذ فی جهازه لم يرفع شيئا ولم يزعه الا كتب الله له عشر حسنات و محا عن عشر سیئات. حاجی وقتی سفرش رو شروع میکند به سوی کعبه، ساکش رو بر میداره میگذاره، مجدد بر میداره میگذاره، میده دست نمیدارم فلان، میده برای بارش. وقتی اسبابش رو بلند میکند و زمین میکند، با هر گذاردن و برداشتنی خداوند 10 حسنه برای او ثبت میکند و 10 سیئه را از پرونده عمل او محو میکند. و چقدر خوب است که این ساکا رو هی برداریم و هی بگذاریم، زیاد این گذشتن و برداشتن باشد. فرمود و مها عنه عشر سیئات و رفع له درجات، برای او درجاتی خدای سبحان ترفیع میدهد. فهزاره که به بعیره مو، هنگامی که سوار مرکبش میشه، حالا پارو تو پلکان هواپیما میگذارد یا بر اشتر مینشیند، فردی نمی کند. لم یرفع، قدم از قدم این مرکب او بر نمی دارد، کیلومتر به کیلومتر حرکت نمی کند. الا کتب الله له مثل ذلك، به هر مقداری که سیر می کند به همون عدد خداوند برای او حسنات می نویسد و برای او ثبت می کند. و ازاد مرادم این قسمت ها، و ازاد طاف بالبیت خرج من ذنوبه، هنگامی که حاجی گرد این خانه می چرخد، هنگامی که 7 شوط خودش رو تمام می کند، به او بشارت بدید از ذنوب و گناهانی که بین تو و بین خداست به در آمدی. خودن للعالمین کافیست؟ نه. و ازاد وقف به عرفات خرج من ذنوبه، هنگامی که میره عرفات از گناهان خارج می شود. و اذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، و اذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. هر وادی از این وادی های عشق رو که طی می کند، از این منازل رو که طی می کند، از گناهان خیش به در می آید و پاکیزه می شود و شسته می شود. فعد رسول الله، در حدیث دارد پیامبر شمارد شمارد یکی بعد از دیگری اینها را، کل این مواطن را. بعد قال، پیامبر به اینجا رسید وقتی این جمله رو خودشون گفتن، فرمودن فانا لک ان تبلغ ما بلغ الحاج، من چی بگم بهتون که بگم حاجی به کجا میرسد، به چه مقامی از هدایت دست پیدا میکند. خدن للعالمین، خداوند جز این کعبه را و این خانه را و این اعمال رو هدایتگری برای انسانها در درون و برونشون قرار داده است. اینها رو میشوید، تطهیر میکند، صفا میدهد، راهها را نشان میدهد و توفیقات درونی رو برای اینها ارزانی میکند. خدن للعالمین. فیه آیات و بینات، در این بیت و در این خانه خداوند آیات بینات را قرار داده است، نشانه های ویژه، آیات بینات، جلوگری های خاص خداوند در اینجا برای انسان ها این نشانه هایی را قرار داده است که خیلی روشن است. این نشانه ها ممکنه یک گوشه‌ای به این نشانه ها اشارتی شود. مقام و ابراهیم، از خصوصیات و این نشانه ها یک مقام ابراهیم است که در اینجا خداوند مطرح می کند. حالا این آیات بیناتی که خدای سبحان در حج قرار داده است، نمادهایی است که در حج دیده میشه. و من باز این جمله رو همینجا عرض می کنم، سمبولیک ترین رفتاری که در دین و در اسلام ما داریم حج است. این رو ساده تر عنایت بفرمایید، در مورد روزه فلسفه روزه برای شما پوشیدگی ندارد. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. هنگامی که روزه‌دار دهان خودش رو می‌بندد، تمرین می‌کند همگامی با گرسنگان رو، درون خودش رو از این اشباع و پرخوری‌ها به در می‌آورد تا یه نورانیتی در وجود خودش ایجاد کند. تمرین می‌کند دهان بستن و زبان بستن رو، از پاره از مسائل که بتواند از زشتی‌های دیگر هم دهان خودش رو ببندد. گاه این تعبیر از بنده است. شما در روزه در این 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت ناب‌ترین طعام و غذاتون رو دارید. تو گرمای اون چنانی فرض کنید یه روزه‌داری بالاخره این باز میکند، میبیند درون این یخچال نوشیدنی یه خنک نمیدانم فلان شربت اون چنانی را یه ساعت هم در افطار مونده است، یه نگاهی میکند میگه اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، خدایا تسلیم تو هستم، اراده تو رو میپذیرم.
دهان را از حلال خودتون میبندید در 30 روز که بتوانید در 11 ماه دیگر دهانتون را از حرام خدا ببندید. کسی که میتونه 30 روز نان حلال سفره خودش رو نخورد، بعد این نمیتونه تو 11 ماه نان حرام را نخورد؟ مسلم میتواند این توانمندی رو پیدا میکند، این اراده و قوت رو مییابد. به مال خیش نمینگرد، بعد به مال دیگران نگاه میکند در اون 11 ماه، او میتواند این توانمندی رو پیدا کند. لعلکم تتقون میشه، اون راز روزداری به در میآید. تفسیرم داره برامون، تبیین فلسفش هم روشن مشخص دیده میشه. در مورد نماز وقتی نگاه میکنیم، بله میدونم این نماز و طهارتش معلومه، قبلش معلومه، این عرض به خدمتون تکبیرات احرامش معلوم، حرکاتش این قیام و این رکوع و این برخاک افتادن است. کجای نماز برای ما ابهام دارد در رازهای نماز؟ کجاش برامون ناشناخته است؟ اقیم الصلاه لذکری، ما رو به اون ذکر و حقیقت میرساند. آن شما همین شفافیتی که در روزه و در نماز دارید، در حج هم دارید، آیا واقعا میدونید فلسفه سرتراشیدن چیه؟ آره، چه ما باید سرمونه بتراشیم؟ چرا محلقین رؤوسکم؟ چرا باید این سر تراشیده بشه پا تو مسجد الحرام بگذارید به تعبیر قرآن؟ آیا میدونید چرا باید شما 7 تا بزنید؟ چرا باید جمره یا با جمره ما میگیم بله اینجا سجا ابراهیم آمده است و شیطان آمده است؟ آیا همینه واقعا؟ یک رازآلودگی خدا میداند عزیزان و یه پیچیده کاری در کار حج وجود دارد که شگفت انگیز است. به همین خاطره که بزرگان میگن حج مبتنی بر تعبد خیلی از بخش های اون، یعنی گفتم گره نکشوده امزان طره تا من بودم، گفته و منش فرمودم تا با تو تراری کند. یعنی خیلی جاهاش کمیتمون لنگه، نمیدونیم این وقوف اصلا شما چیکار دارید تو عرفات که میرید، چه عملی بر شما در عرفات وجود دارد؟ هیچ. وقوف، توقف، برید تو مشعر، حیارا، سکارا، این حرکت میکنید از این عرفات، میبینید این سیل جمعیت رو به سوی مشعر، پیاده، سواره، پیر، جوان، سیاه، سپید، شیخ، شاب، اینا دارن حرکت میکنن به سوی مشعر میرن. اینا تو مشعر چیکار دارن؟ هیچ. وقوف، کاری نداریم ما مشعر، فقط وقوف. چیه راز این وقوف؟ سکون، وقوف، اینا چیه اینا توش؟ خداوند چه حقایقی رو در این قرار داده است؟ در حج پیچیده کاری ها و اسراری وجود دارد که در هیچ عبادت دینی عزیزان نیست. و بعضی از اینها بنده اعتقاد دارم که شاید چندان هم شاید بنا نیست اصلا بعضی از این. ما در حد خودمون بله تبیین میکنیم فلسفه حج، اسرار حج، اشعار ناصر خسرو میخوانیم، حاجیان آمدند از احرام، اینا رو میخوانیم و میگیم و روایت شبلی میگیم و امام سجاد و اسرار حج و گاهی خدمت عزیزان توفیق بود است بالاخره در حد فهم و بضاعت مزجات گفتیم این مطالب رو. اما نه، مثل این که مطالب در اینجا چیز دیگری است. خداوند یه پیچیدگی، اما در عین این پیچیدگی ها فیها آیات و بینات، باز یه نشانه های واضحی رو خدا گذارده است. من جمله مقام و ابراهیم، از این نشانه های واضح هجر اسماعیل، خیلی در عین اون پیچیدگی هایی که در کل عمل دیده میشه، باز یه وضوحی حالت سهل و ممتنع دیده میشه در این کار. در این حال هجر اسماعیل، هجر اسماعیل یعنی چه؟ یعنی عاقل گوسفندان اسماعیل، یعنی محلی که گوسفندانش رو جناب هاجر و اسماعیل اینجا قرار میدادن، در متاف هزاران، صدها، میلیونها، بلکه میتونیم در طول تاریخ بگیم بالاتر میلیاردها انسان قرار میگیرن. شما اگر رفتید، همین امسال میگفت، نمیدونم به چه دلیل دوستی میگفتن، بالاخره کاروان ما خواب‌آلود بودن، چی بود که رفتن تو هجر اسماعیل؟ این باطل است طواف شما. شما باید هجر رو تو متافتون قرار بدید، یعنی باید داخل توافتون باشد، نمیتونید ازش گذر کنید، باید گرد اون هم بچرخید همان گونه که گرد خانه میچرخید. این آیه بینه یه نشانه که انسان به جایی میرسد که محل گوسفندان و او متاف انسان ها میشوند. چگونه میتوان اسماعیل شد؟ مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله خوشترا. چطور خدا می خرد ما را؟ مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله خوشترا. بر می کند انسان رو به اونجا می رساند که خدا خودش خریدار انسان می شه.
خونبهای من جمال ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال. ان الله اشترى من المؤمنین، خداوند معامله می نشیند و ما هم چنین معامله می کنیم. نتیجه این معامله این میشه، میشه آیات بینات هجر اسماعیل، میشه زمزم اسماعیل آیه بینه، میشه دویدن هاجر، میشه بینه صفا و مروه. تمام مروت ها و صفا ها در طول تاریخ بین صفا و مروه به دست اومده، میشه صفا و مروه بینات. اما سرآمدش رو گفت، مقام ابراهیم. خداوند این مقام ابراهیم را قرار داده است. مقام ابراهیم همونی که میدانید، یعنی همون مکانی که الان به عنوان مقام ابراهیم، یعنی محل ایستادن ابراهیم و سنگ زیر پای ابراهیم مشخص. چه خصوصیتی است که خدا در اینجا میگوید و در آیه کریمه دیگر و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. حاجیان، هنگامی که به خانه من آمدید از مقام ابراهیم به عنوان مصلا استفاده کنید، اونجا رو نمازگاه خودتون قرار بدید، در اونجا نماز بگذارید. این شغلی که شما دارید که خلف مقام ابراهیم، پشت مقام ابراهیم بایستید و بخوانید و دوگانه ای در یگانه و چنین بکنید و نماز طواف بخوانید، برخواسته از این آیه شریفه به کریمه مبارک است. یک مقام ابراهیم یعنی همان، این یه نمادی است از اینکه یه عبد صالح خدا، یه بنده تسلیم شده یه الهی، وقتی اومد نگاه کرد گفت اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدای من آوردم به فرمان تو هاجر و اسماعیل، اما کجا؟ تو این وادی و برهوت، این خشکزار لم یزرع، با این وضعیت. اما اینجا بیت محرم توست که به من گفتی بیاورم. این آیه هم دلیل بر این که اینجا بیت محرم بود و ابراهیم آمد، نه اینکه ابراهیم خانه را خانه کند، بود و ابراهیم آمد. خدای من چنین آمدم. بعد شروع کرد کار را در مراحل مختلف. وقتی کار به پایان رسید، ایستاده است ابراهیم اون سنگ زیر پاش که از اون استفاده میکرده است، کنار اون و بر روی او ایستاده است، دست رو بلند میکند، ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب، ربنا ارنا مناسکنا. خدا من کار ما انجام دادم، اما فهم استفاده از این خانه رو تو به من نشون بده. ارنا، نه اینکه من تعلیم بده چکار کن، نشان بده به من، ببینم من، نه اینکه بفهم بالاتر از اون. ارنا مناسکنا. اما میدونم مشکل از من، شاید من ناقصی داشته باشم در این، خدایا و تو به حالا اینا تو به من رجوع کن و تو من رو خودت پاکیزه کن برای این دیدن و شنیدن و لذت بردن و تو به حالا اینا انک انت التواب الرحیم. این کار توست و خصوصیت توست که چنین میکنی با بندگان خیش. این مقام ابراهیم سمبل این عبد صالح و خالص خدا در ایستادن و در چنین کاری، این بیانه است. ببینید یه سنگی که زیر پای ابراهیم می ایستد چنین جایگاهی رو پیدا می کند که اتصال بین شما و خدا رو درست می کند، مصلا می شود. از این بالاتر شاید یه بیانه دیگه اینجا باشه. شاید مقام به معنای ایستادن نباشد مقام ابراهیم. اگر به حکم حج نگوییم و به سر حج بگوییم، مقام یعنی چی؟ یعنی منزلت. منزلت ابراهیم چیست؟ شما وقتی میستید در مقام ابراهیم چی میشه؟ یعنی میخواید برید تو قالب ابراهیم به تعبیر ساده ما. بعد ابراهیم چه قالبی دارد که مقام ابراهیم میشه؟ مقام ابراهیم این است که وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. وجه تو وجهی، تمام وجودم رو متوجه کردم به فاطر آسمان. یا قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین. حیات من، ممات من، زندگی من، وجود من، خدایا همه در از آن توست. من چیزی ندارم و برای کسی نفس نمی کشم جز برای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمین می کشم از برای تو. این مقام ابراهیم است. فیها آیات بینات، مقام ابراهیم همون مقام است، همین مقام است. به دنبال آن فرمود و من دخله کان آمنا. و هر آن کسی که ویژگی بعدی، و هر آن کسی که داخل می شود در این بیت و در این خانه، کان آمنا، در امنیت است. حالا این امن چیست؟ امنیتی که خداوند در اینجا مطرح می کند، یه امنیت درونیست یه امنیت برونیست عزیزان. امنیت برونی یا امنیت تشریعی
حقوقی و قانونی است. استحضار دارید از احکامی که این خانه دارد امنیت است، امنیتی که پرندگان، چرندگان، درندگان همگان از این امنیت استفاده می کنند. یعنی این که می دانید گیاه این خانه، پرنده این خانه، صید این حرم محدودیت و ممنوعیت خودشون رو دارند. یعنی آهوان این وادی به تعبیر ما باید در آرامش باشند، تیور این وادی باید در آرامش باشند، پرندگان اون. یه امنیتی رو خدا به این مقام و مکان داده است، به این سرزمین حرم و امن الهی. در حدی این مشروعیت این مطرح میشه در قانون که بازگو میشود اگر کسی جرمی را مرتکب شد، این عین فتوای فقیهان شیعی سنی همه این فتوا را دارند، اگر کسی جرمی را در خارج از سرزمین حرم مرتکب شد، قاتلی کسی را کشت، اومد وارد سرزمین حرم شد، وارد بر مسجد الحرام شد، متعلقا به اصدار البیت چسبیده است به این خانه، هیچ قانونی حق جدا کردن او را از کعبه ندارد، هیچ کس نمیتونه این قاتل رو بازداشت کند، نمیتونه این رو الان بگیردش. تنها کاری که میتوانند بکنن لا یبا علی، لا تو حبوبه، لا یسقا، لا یطعم، نخورانن، ننوشانن، چیزی بهش ندن، محاصرش کنن تا خودش گرسنه بشه بعد تسلیم بشه، ولی نمیتوانند دستگیرش کنن. بعد که دستگیرش کردن چی؟ حق این که بخوان قصاصش بکنن دارن؟ نه. اگر در خارج از سرزمین حرم جرمی مرتکب شده است، لا یقام الحد فی ارض الحرم، در اینجا نمیشه اقامه حد بشه، حد خدا اینجا جاری نمیشه. یعنی اینو بود ببردش خارج از سرزمین حرم قصاص کنید و حد بزنید. و من دخله کان آمنا ولو کان قاتلا، اگر قاتل هم باشد در این سرزمین امنیت دارد، این مقام امن الهی است. چنین وضعیتی رو خداوند در اینجا ایجاد میکنه. این امنیت ظاهری و قانونی است. حالا یه امن درونی دارد و من دخله کان آمنا. بگذارید این رو با این حدیث استفاده کنم از کلمات معصومین و این امنیت رو اینطور بگم خدمت دوستان عزیز. امنیت درون، الحاج یصدرون علی ثلاثه اصناف، حاجیان یصدرون، یصدرون صدور بعد از ورود است، واردات و صادرات یعنی بازگشت. حاجیان باز میگردند از خانه با سه وضعیت. تمام این حاجیان امسالی که رفتند، حدود 3 میلیون حاجی، با این سه وضعیت برمیگردند. سنفون یعتق من النار، گروهی برمیگردند آزاد و رها و امن از عذاب الهی. و هم من فزع یومئذ آمنون و من دخله کان آمنا. این امنیت این هاست، این یک گروه. درود خدا بر این ها باد. و سنفون یخرج من ذنوبه کهیئت یوم ولدت امه، گروه دیگر از عذاب و جهنم الهی نمیشه گفت اینا رها شدند برای همیشه. گروه اول جوری شدن که یعنی دیگه تا پایان هم چی پیدا کردن؟ مسئولیت و امنیت. گروه دوم امنیت پیدا کردن یه پله پایین تر شدن، مانند آن روزی که از مادر متولد شدن، پرونده گذشته پاک شد، دیگه آینده از حج برمی گردند، دیگه اینها هستند و خودشون و بقیه اعمالشون. سوم و سنفون یحفظه فی اهله و ماله، اما گروه دیگه برمی گردن، امنیت اخلاقی و اعتقادی پیدا نمی کنن متاسفانه، این امن بهشون نمی رسه، محرومن از این امنیت. اینا معمول نیستن از معاصیشون و گناهشون، اما امنیتی که پیدا می کنن امنیت خارجی است. خدا حفظشون می کنه از برکت این حج، مالشان را، ناموسشان را و فرزندشان را، امنیت این چینی پیدا می کنن. فذلک ادنا ما یرجعو به الحاج، این کمترین امنیتی است که خدا به حاجی از حج برگشته عنایت میکند. پس مراتب این امنیت هم متفاوت میشه. اینی که در روایت داریم الحجاج سنفان، سنفون یه حج لله و سنفون یه حج للناس،
یه سنفی برای خدا یه سنفی برای مردم، این دیگه برمیگرده به این بحث. فرمود و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب اگر بخوایم وارد این، من گمان میکردم که اینایه رو امشب تمام کنم این قسمت رو، اما دریغم میاد که این رو خلاصه و فشرده و ناتمام بگیم. بگذاریم انشاءالله برای فردا شب این قسمت پایانی رو و جنبندی نهایی این آیه رو، آیه 96 و 97 رو انشاءالله خدمت بزرگواران مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و لطائف الهی بیش از بیش آشنا بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند، توفیق فهم و درک این حقایق و این ظرائف این وادی هایی که پیش روی ما انسان ها از لطف خودش گشوده است به هممون عنایت بفرماید. صلوات الله بفرماید.